با یک قسمت دیگه از ویدیوهای تهرانگردی با امیر. داریم میریم موزه هنرهای معاصر. موزه هنرهای معاصر سال 1356 به کوشش فرح پهلوی در واقع تأسیس میشه و معمار این اثر هم کامران دیبا هست که در سبک معماری مدرن و با الهام از این بادگیرهای کویری این بنا رو طراحی میکنه. شاید بشه گفتش که این موزه بزرگترین موزه معماری مدرن خارج از اروپا و آمریکای شمالیه، اگه کلاغا بذارن صحبت کنیم، و تخمین میزنن که آثار این موزه بین 5 تا 10 میلیارد دلار ارزش داشته باشه که حدود 3000 اثر ارزشمند از نخبه های هنر مدرن رو در واقع جمع آوری کرده. به نظر من خود بنای موزه شاید قشنگترین و مهمترین اثر هنری این مجموعه باشه و در طراحی این بنا کامران دیبا یک سری عناصر معماری سنتی ایرانی رو هم آورده، مثل هشتی، مثل چهارسو، مثل گذرگاه. این استخر روغن در واقع داخل هشتی بنا قرار گرفته و خب حالا بعضی ها میگن که از کارهای لو کوربوزیه و فرانک لوید رایت هم ایده گرفته و حالا الگو گرفته در طراحی این موزه. دیگه این که ساختمان موزه از سنگ و بتون ساخته شده، حدوداً روی هم رفته 8500 متر مربع مساحت داره، ساختش هم 9 سال طول کشیده که اینجا رو بسازن. بعد یه چیز جالبی که دیبا میگه، گفته بوده که من چون بودجه زیادی نداشتم که برم موزه های مختلف رو در جای مختلف دنیا ببینم، در موزه های هنر مدرن رو، یواش یواش توجه هم میره به سمت این که از معماری محلی و بومی الگو برداری کنم که در نهایت از این بادگیرها و
پشت بوم‌های گلی و گنبدی شهرهای کویری ایران الهام می‌گیره. بعد تو نما هم خب از سنگ‌های بادبور استفاده شده که نما رو حالا سنگین‌تر و سنتی‌تر نشون بدن و این رنگ کرم رنگی هم که انتخاب شده برای این بوده که بیشتر به معماری کاهگلی معماری کویری ایران نزدیک بشه. این هم زیر اون قسمت هایی که از بادگیر الهام گرفته شده. این استخر روغن که اثر نورا یکی هاراگوچیه اگه تلفظش رو درست بگم و خودش قبل از فوتش یه بار دیگه میاد ایران و اثرش رو یک تنظیم مجددی میکنه. چند سال پیش هم یک اجرای هنری اینجا انجام دادم که یک آقا رو کله می رو توی استخر رو اینجوری. یکی از سبکایی که حالا در معماری مدرن هست و حالا این موزه هم خیلی در واقع از این سبک الگو گرفته معماری بروتالیزمه که خیلی خشن و راف در واقع از بتون استفاده میکنه و هیچ پلاستری روش نمیاره. بعضی از این هم اینجوری عجیب الخلقن نینی های عجیب الخلقه دیگه عکس گرفتن ندارم. آقا این الان جزء ولاگ ما هست یا نه؟ ما الان بعد از اونجا اومدیم داریم اینو میخوریم تمام. خیلی منطقیه ولی خوب. آقا مستقیم بلده بلده بلده